فقط عشق میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو تو قلبمه، دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو اینم همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو، چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشم همش براته، خدا بهم نگاه. مسیحا جام عشق تو به دستم. آمین. مسیحا جام عشق تو به دستم، من از نوشیدن آن مست مستم. تو بخشیدی گناهم را صلیبت، تو بخشیدی گناهم را به فیضت، چو بر پای صلیب تو نشستم. دیگر جز تو ندارم هیچ امیدی. آمین. دیگر جز تو ندارم هیچ امیدی، تو دادی جام آزادی به دستم. با درود خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، آدین شب شما هموطنان ایرانیمون به خیر و شادی باشه، باشه که به فیض خداوند توانسته باشید این روز آدینه رو تا انتهای شب نیز با شادی سپری کرده باشید. و اگر احیانا تصور میکنید موضوعاتی بوده که باعث خستگی تو هموطنم شده، نگرانیت شده، ترست شده، چه بسا نسبت به فردا که شنبه و شروع اول هفته هستش، می توانید تماس بگیرید با شماره تلفنی که پایین صفحه شبکه محبت می بینید. مشاورین ما در خدمت شما هستن، مشاورینی که مسح خدا رو دارن. آمین. و مطابق وعده خدا که اعلام کرده هرگاه دو یا سه نفر در نام عیسی مسیح که تنها نامی است که زیر این آسمان به ما داده شده، هر آن چه بخواهید به شما داده خواهد شد. آمین. این یک ایمانه هموطن عزیزم. حتی اگر احساس میکنی که برای خودت همه چیز خوب بوده، برای خانوادت خوب بوده، اما دوستی رو میشناسی، فامیل، همسایت، همکارت توی مشکلات و سختی هست، میتوانید تماس بگید. من و خواهرم سمی در خدمت شما هستیم، در کنار اینکه مشاورین ما هم نیست در خدمت شما هستن. و ما اینجا هرگز هرگز نیستیم که نام خودمون رو بلند کنیم و بگیم که در ما یک قدرتی هست، اما میخوایم اعلام کنیم که خدایی که تو رو آفریده، تو رو شکل خودش آفریده، تو رو با عشق و محبت آفریده، اون هرگز نمیخواد تو در ضعف باشی، در ترس باشی، در نگرانی باشی. چگونه ممکنه خدای ما محبت باشه اما برای کسی که آفریده مشکلات و بدبختی ها و خستگی ها رو بخواد؟ این کار شیطان و نقشه شیطان بود. پس هموطن عزیزم، بازم تشویقت میکنم تماس بگیرید برای دوستانتون، برای فامیلتون، حتی میتونید اونها رو با اونها تماس بگیرید و آدرس فرکانس شبکه محبت رو بدید که اونها روی ماهواره داشته باشن و به اونها بگید مستقیم تماس بگیرن، یا صداشون کنید. ما یک ساعت و نیم در خدمت شما هستیم. تماس بگیرید که بیان منزلتون یه چای با هم بخورید، و اگر کسی در بین اونها مریض هست، خسته خاطر هستش، ما دعا میکنیم. ما ایمان داریم که خداوند مطابق فیضش اجابت میکنه. برای همین هست این خدمت رو شروع کردیم هموطنان. و در طول این 10 سالی که در شبکه محبت و این 4-5 سالی که در شبکه های دیگه بودیم، میبینیم که خداوند مطابق فیضش دعاهایی که شده اجابت کرده، اون اجابت کرده. همچنین درود برسم خدمت خواهر عزیزم سمی جان که لطف کردن اینک با ما هستن. درود رسول عزیزم. درود بر شما عزیزان که در ایران هستین و واقعا جای ما در کنار شما ثبت هستش، چون میدونم که همینقدر که ما شما رو دوست داریم و این عشق خداوند در وجود ما گذاشته و معلم عشق ما هست، شما هم ما رو دوست دارین. از تلفناتون، از کامنتاتون خیلی ممنون هستم. محمد کشیش رسول عزیزم تقریبا 3.5 سال من با ایشون در کنار ایشون هستم، ولی 2 هفته دیگه جشن 8 سالگی خودم رو در کلیسا میخوام بگیرم، برای که هر روز و هر ثانیه اون عشق مسیحه که به من یادآوری میکنه کجا بودم، الان کجا هستم و اصلا واسه چی خلق شدم. امیدوارم که با این برنامه و با اون دعاهایی که میشه و تلفنهایی که از شما میشه، واقعا نام مسیح جلال پیدا بکنه و شما هم بدونید که چقدر خداوند عاشق شماست. اگرم تو الان شکی دارین،
در این برنامه واقعا زانواتون برای خدای زنده خم بشه و جانهاتون نجات پیدا کنه و میوه هایی بشین برای خدای آسمانیمون. آمین. ما روزای سه شنبه از ساعت 6 صبح تا 9 صبح در کلیسای پرستندگان مسیح جلسه دعا داریم. شما از آن زنگ میزنین. خدا رو شکر برای تمام عزیزانی که تشریف میارن. از روبن عزیزم ممنون هستم که زودتر از همه به کلیسا میاد و همه چیز رو فراهم میکنن. باشه که همیشه خبرهای خوش از شما عزیزان بشنویم، گرچه میدونیم در ایران سختی هست و فشار هست، ولی ما میخوام خبرهای خوش بشنویم. روزای پنجشنبه ساعت 7 و نیم تا ساعت 9 شب توی کلیسامون، کلیسای پرستندگان مسیح، دور هم جمع میشیم که سرود پرستشی هست، کلامی رو کشیش رسول تهیه میکنن و واقعا خوراک روحانی به ما میدن و بعد هم مشارکت داریم. خوشحال میشم اگر در حوزه وست هیلز وودلندز هستید یا نزدیکای ما هستید تشریف بیارید که ما هم به نام مسیح به شما خدمت کنیم. روزای یک شنبه هم از ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر برنامه داریم که با سرود پرستشی شروع میشه، کلام و کشیش رسول عزیزم میگن و همینطور دعا میشه. خوشحال میشه ما اولین هفته هر ماه ما عشای ربانی داریم. خوشحال میشیم که ما بیاین اونجا و ما در کنار شما خداوند رو واقعا جلال بدیم. کشیش رسول عزیزم روزای سه شنبه ساعت 2 به وقت لس آنجلس در کانال 1 برنامه دارن که ازتون دعوت میکنم حتما به این برنامه رو ببینین و واقعا ببینین که خداوند داره چه کارهایی رو میکنه که در ایران ما نتیجاشو از طریق ویدئوهایی که برای ما میفرستین از شما عزیزان داریم میبینیم. از شما تقاضا میکنم که چون این برنامه الان به طور زنده از تلویزیون محبت داره پخش میشه، همینطور روی فیسبوک کلیسای پرستندگان مسیح و روی فیسبوک تلویزیون محبت داره به طور زنده پخش میشه، کامن بفرستین. ما خوشحال میشیم که نظرهای شما رو بشنویم. همینطور روی یوتیوب برین با کشیش رسول عزیزم، روی صفحه کشیش رسول عزیزم عضو بشین تا از برکتی که خداوند از ایشون استفاده کرده برای ما لذت ببرین، استفاده کنین. و همینطور که من الان 8 ساله شاگرد اول مسیح و شاگرد کشیش رسول هم هستم، شما هم همینطور تعلیم بگیرین. من برنامه رو میدم به دست کشیش رسول عزیزم. عزیز سپاسگزارم مهر شما. شما تبریک میگم. 8 سال شد. 8 سال بعد 2 هفته دیگه. چقدر نیکوست که ما به یاد بیاریم روزی آمین. که تولد روحانیمون رو داریم. آمین. و این عشق میاد. باور کنید بعضی موقعی حس میکنم که از زمانی که مسیح ما ایمان آوردیم بله. مسیح میگه مانند کودکان باشیم. ما بله. کودک میشیم. احساسمون بله. سخنانمون بله. ابراز محبت هامون میشه کودکانه بله. شاید برای افرادی که یه خورده جدی هستن این علامت تعجب باشه، اما روح القدس ما رو تازه میکنه. آمین. رابطه های ما رو تازه میکنه. آمین. سرودی تا هستش که میگه عشقی تازه خداوند رو به من بده. حقیقا. اگر اشتباه نکنم کشیش رامین عزیز چنگیزی نیز این سرود رو سرایدن و چقدر زیبا این سرود رو گفتن. پس تو هم وطن عزیزم که مسیح ایمان میاری، قلبت رو برای مسیح باز کن. آمین. از محبت خدا پر شو، اما این محبت مبادا فقط تو قلبت باشه، این محبت رو انتقال بده به آمین. دیگران. آمین. خواهرت، برادرت، دوستت، فامیلت، هموطنت، شروع کن توی فامیل. آمین. توی دوستان این رو بدونیم. رسوندن خبر خوش عزیزان یک ضرورته، مثل آمین. نفس کشیدن. آمین. دیگه نمیتونی بگی که این عطاست. هرگز ما نمیتونیم بگیم بشارت عطا نیست، بشارت ضرورته. تو هم وطن عزیزم همسایت رو دوستت رو بشارت بده. همونطوری که قبلا عرض کردم لطف کنید برید توی این مکانهایی که مثل امامزاده ها هستش، حتی فال و فالگیری هستش، اونجا برای مردم دعا کنید. اونها نیاز دارن به عیسی مسیح، خودشون نمیدونن، مثل گذشته من و تو هستن، نمیدونن که دارن مرد پرستی میکنن، نمیدونن که به دنبال جادو هستن، دنبال شیطان دارن میرن. فال و فالگیری از طرف شیطان هست. زندگی ها رو از
از بین میبره، آشوب ایجاد میکنه شیطان توی فال و فالگیری. مواظب باشید، بسیار خطرناک هستش. همچنین تو امامزاده ها، ولی خداوند محبت هستش، محبت خدا داره به دل ما نگاه میکنه. اما امروز که این خبر رو داری میشنوی، شما دیگه آگاه هستی، نمیتونی بگی من نمیدانم، شما میدانید. پس خبر خوش نجات رو به هموطنانتون بدید. مهم نیستش منصبشون چیه، من به آخوند بشارت دادم، آخوند قلبش به مسیح داده. آمی. همین چند وقت پیش برای طلبه دعا کردم، قلبش به مسیح داد. آمی. برای پاسدار دعا کردم، پاسدار مسیح ایمان آورده، بسیجی مسیح ایمان آورده. محدودش نکنیم عزیزان. من متولد شهر قمم، فراموش نکنیم دو سال پیش ماه دی جوانان، یوتیوبش هستش، جوانان داد میزدن، شعار میدادن نه اسلام نه قرآن، جانم فدای ایران. مردم فهمیدن اسلام یه چیز الکی بوده، خدای شکر 40 سالم ثابت شد. پس نترس، شما دهان خود رو باز کن، خداوند اون رو به نیکویی پر خواهد کرد. این کلام خدا هستش و خدا تو رو برکت خواهد داد. آمی. از همین ابتدا از خداوند میخوام که خداوند مطابق فیضت در نام عیسی مسیح هموطنان عزیز من رو برکت بده، با هر باوری که هستن، با هر اندیشه‌ای که هستن، خداوند به مصلحت‌های دلشون تو اونها رو اجابت کن و در نام عیسی مسیح در این وقت حضور تو با ما باشه، با بینندگان باشه، تا در تکرار این برنامه که آمی. هر کسی که در قلبش خداوند هر آنچه که از تو میخواد تو با فیضت اجابت کنی در نام عیسی مسیح. این وعده تو بوده و از تو میخوام در نام عیسی مسیح باران آرامش و قوت و حقیقت و محبت تو به توسط روح القدس بر سرزمین ایران جاری بشه و این خداوند و این فرشته شیطان که به نام اسلام اینک بر ایران حاکم هست در نام مسیح نهیب میدیم که دور بشه. آمین. و این نظام سرنگون بشه و کشور عزیز ما خداوند به آزادی و حکمت و عدالت خدا و محبت و حقیقت تو دستیابی پیدا کنم و تو جلال یابی. و چون همین ها را در نام مسیح طلب دین با ایمان دریافت میکنیم، با ایمان دریافت کن هموطن عزیزم. بریم اولین خط رو نیز داشته باشیم. کتایون هستش، کتایون شما روی خط هستی عزیزم. درود بر کشیش رسول عزیز و همچنین درود بر خواهر سمی عزیزم. خواهر سمی تولد روحانی 8 سالگی را خجسته باد. ممنون. جلال بر مسیح. سپاس هم مهر شما. میخواستم اینو بهتون بگم جا. کشیش رسول خواهر سمی عزیزم، من قبلا هم گفتم من سه‌شنبه میخواستم با کشیش رسول عزیزم تماس میگیرم که اینطوری واضح نباشه همه چی، ولی اشکال نداره برای من چه با کمه وقتی این مسیح هسته. درود بشرفت. بچون تنها، خیلی 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 تنها هم یک کسی نیست که بشینم باش دعا کنم، همیشه دعا میکنم با خداوند خودم عیسی مسیح زنده. واقعا عیسی مسیح زنده عزیز من. آمین. و واقعا جوابم هم میده. من تا تو تنهایی یه وقتای شب تو خواب قلبم میگیره میپرم به نام عیسی مسیح، میگم عیسی مسیح عزیزم، خداوند زنده من، من فرزندت هستم. آمین. الان کسی نیست میشم، بعد چند دقیقه میشینم خوب میشم. خدا رو شکر برای عیسی مسیح. آمی. و خدا رو شکر برای وجود شما. خدا رو شکر برای شما. بگم من جدید، من چون جا به جا شدم اونجا که بودم چندین نفر رو بشارت به حساب صحبت کردم باشون راجع به عیسی مسیح. براب. ایمان آوردن، حتی براب. از طریق تلویزیون خواستن دعا کردن. حالا اینجا هم یه خانم هست بله به اسم معصومه، میشه لطفاً اسمشو بنویسیم؟ بله حتما. معصومه، آره اسمشو بنویسیم. پسرش اسمش امیره، امیرشون آرامش نداره و یه ناراحتی دیگه هم داره. مادر از من خواست، مادرش معصومه از من خواست که تماس گرفتی بگو دعا کنن برای آرامش امیر. حتما. یک. دوم این که
دوم این که پسر خودم کامیاب، پسر کوچیکم، با رفیقای ناباب میگرده، داره به بیراهه میره. من بایی که برادر خانمان براش دعا کرده، باش در ارتباط شده، ولی به هیچی اتصال نداره. یعنی یه آدمی، ما الان میگیم خب عیسی مسیح مولا مذهبیم، ما فقط خدا رو میپرستیم، عیسی مسیح رو، ولی این اعتقاد به ای هم نداره اصلا. میخوام برای کامیابم هم دعا کنه که خداوند قلبشو لمس کنه. آمین. پس بیاد با هم حتما. پسر بزرگ من قلبشو به عیسی مسیح داده. آمین. پسر وسطیم همینطور. چون کتاب انجیل همیشه رو میز من، اینا میبینن من مطالعه میکنم. بسیار عالی. بسیار. بعد دیگه خواهش ازتون داشتم، من الان یه مدتیه قبقب هم گوشت اضافه آورده، بعد چشم چپم هم کوچیک شده. من میرم تو آینه نگاه میکنم، میگم چطا یعنی تویی؟ این گوشت اضافه میدونه خودم اذیت میکنه. برای من مهم نیست مثلا کسی نظر بده این زیبا زشته، نه، من زیبا هستم. آمین. میگم خداوند تو خیلی عالی منو خلق کردی. آمین. منو به طور معجزه آسا و زیبا خلق کردی. خدا رو شکر. من این گوشت اضافی داره اذیتم میکنه. دعا میکنیم خرکت این عزیزم. دعا میکنیم خرکت این چشم حتما. و فیض خداوند با شما با. سپاس کذار. خدا رو شکر میکنم برای وجودتون، خیلی هم دوستتون دارم. سپاس کنم مرسی عزیزی. ما حتما برای موارد زیاده. خدا حافظ شما. خدا خدا حافظ. شما لطفا بله لطفا از تلویزیون گوش کنید لطفا. سپاس گذار میشه. ببخشید منظرم. هموطنان عزیز، همون گونه که بارها خدمت شما عزیزان اعلام کردیم، خواهر سمی عزیز جا لطف میکنن اگر توجه بفرمایید، میبینید که ما فرمی رو داریم که روی این فرم اسامی شما و مواردی که اعلام میکنید نوشته خواهد شد. ما اینو به اعضای کلیسا میدیم، حداقل به 100 نفر در روز یک شنبه تقسیم میشه. و سپاس از اتاق فرمان که اینو آوردن جلو نزدیک نشون دادن. بنابراین آنچه که شما به ما میدید، ما در طول یک هفته دعا میکنیم، به طور خاص شنبه ها از ساعت 6 صبح تا 9 صبح برای این موارد دعا میشه. پس این رو بدونید، این گونه نیست که ما میدید اینجا نوشته میشه و یا فراموش امکان داره فراموش به فراموشی سپرده بشه، بلکه برای اینها دعا میکنن. عزیزان لطف میکنن روز یک شنبه میذارن وسط کتاب مقدسشون، هرگاه که کلام رو باز میکنن برای شما نیز دعا میکنن، برای خواهر کتون عزیز و پسراشون هم که اعلام کردن دعا میکنن. اما این رو بدونیم هموطنان، اگر در خانه ما کسی به مسیح ایمان میآورد خدا رو شکر، اما اگر کسی ایمان نیاورده، این رو بدونیم احتیاج به دعا داره. جنگ ما جنگ روحانی هست، به طور خاص نسل جوان آسیب خورده یه نظام اسلامی هستش. از این رو تشویقتون میکنم لطفاً سخت نگیرید. جوانان ما جاهایی میرن که نباید برن، ولی کلام خدا میگه اونها رو تعلیم بدید، اونها دوباره بر میگردن. هیچ ناامید نباش خواهر عزیزم کتایون جان، و دیگر مادران و دیگر پدران، فرزندان خودتون رو خوب تعلیم بده. اما این رو بدون قرار نیست، ما مسیحی ها کار اسلام رو نباید کنه. اسلام کنترل میکنه، مسیحیت کنترل نمیکنه. مسیحیت تعلیم میده و به توسط روح القدس تقویت میکنه، و مسیحیت این حق آزادی رو داده به انسان ها، و این خداست که این حق آزادی رو داده. ما نمیتونیم به جبر حتی به بچه‌مون بگیم مثل ما فکر کنید. اگر یک چنین تصویری از مسیحیت دارید، عذر میخوام، شما مذهبی هستید. مسیحیت این گونه نیست. منم فرزندانم رو هرگز، نه من نه سمی جان، کنترل نکردیم، یاد گرفتیم که آزاد بذاریم. آمین. دعا کنیم، تعلیم بدیم و ایمان داریم که خداوند اونها رو تبدیل میکنه. بریم با هم یه خط دیگه ای رو داشته باشیم. فروش عزیز هستش. فروش جان روی خط عزیزم. سلام. درود بر شما. خانم سمی. درود بر شما. درود بر شما. سلام برادر. سپاس هم مهرشون بفرم جان. من صد خواسته دارم. من 4 سال با تو 5 سال با تو در تماس بودم. حتی اگر روز دیدم بشه باشی با دخترم سمیرا مشکل داشت اون موقع. بله. در تماس بودم که ازدواجی خوبی نداشت. آجان. دعا برش کردیم، بعد دعا شدن، بعد دوباره دعا کردیم، خوشبختانه ازدواج کرد. از مریض خواستین، هم شما هم خودم دعا کردم ازدواج کردم. خیلی خوبی هم داره.
خدا هللویا. تبریک سالی هست ازدواج کرد. خدا مرتب هم هر روز براش دعا میکنم از سمتی هر دعایی هم که شما میفرمایین برای دیگران من اون رو براش انجام میدم. حتی شوهرم مشکلی روانی داشت، مادرزادی 30 سال باتون صحبت کرد، بعد الان اونم خوب شده الهی شد، ولی دادواش رو میخوره. آره این دوتا موجودی خیلی بزرگ. حالا اکنون میخواستم حالا برای همین دخترم سمیرا که مشکل پیش نیاد، من یه استرس دارم اینجا هم مشکل داره، محبت عیسی مسیح همیشه با سمیرا و همسرش محبت محمد باشه. این محبت آمین از آره خواهش میکنم براش دعا کنین. همیشه هم میگم عیسی مسیح ای خدای آسمانی نام این دوتا رو سمیرا و همسرش محمد و پسرم علی رو در حیات دفتر حیات خودت ثبت کن. آمین. همیشه این دعا رو براش میکنم. آمین. وقتی که پریوشا عزیزم زمانی که کلام خدا میگه زمانی که ما به مسیح ایمان میآوریم نام اون افراد در دفتر حیات ثبت میشه. آمین. و شما خوبه این دعا رو میکنید البته، ولی دعا کنید که خداوند قلباشون رو لمس کنه، به مسیح ایمان بیارن، با محبتی که در دلتون هست محبتشون کنید، درکشون کنید و مطمئن باشید که کلام خداوند هرگز این نبوده برخلاف وعده‌ای که داده عمل کنه. اعلام میکنه تو و اهل خانوادت ایمان خواهید آورد. بله میفرمایید. اتفاقا هم از دامادم صحبت کردم، گفتم من از عیسی مسیح خیلی کمک میگیرم، که آره منم قبولش دارم. حالا میخواستم هم دعا کنید که تا ابد محبت خدای زنده بین این دو نفر زن و شوهر باشه. آمین. همیشه باشه. براش خواهش میکنم دعا کنید. حتما. پسر من علی مجرد خیلی پسر خوبیه، برای آینده روشنش دعا کنید. آمین. یه مورد یادت نره سمیر همسرش محمد. بعد مورد دومی که این خونه رو که ما خریدیم کرد 4 سال نوسازه، بعد 20 واحده از این بلند شده، این مالک انصار وراثته یعنی مرده صاحب این زمین، بعد اینا انصار وراثت کردن این زمین ها رو ساخته، 20 واحده سند نداره، اکنون سند این خونه مشکل داره. حتما برای این مورد از سمی جان میخوام حتما خواهش هم برای این موارد که فهمید دعا کنم. این خونه سند هنوز نداره، مشکل داره، اعتراض هم کردیم، صحبت هم کردیم، گفتیم وکیل گرفتیم، پدرش از زندان آزاد کرده، این سند گروه، سند مادر گروه. حتما 4 ساله نداره. خواهر عزیزم از برای دخترم سمیرا با همسرش محبت لطفا لحظه با پسرم خواهش کنم لطفا لحظه با خواهر ما متحد بشید. سمی جان من یه سوال دیگه بکنم اگه من آره میخوام ببینم اگه سه‌شنبه من با تو تماس بگیرم با همون شماره 3863 تماس بگیرم با شما. بله همون شماره شما با شبکه محبت لطفا تماس بگیرید. عزیزان همیشه لطف میکنن به ما بس میکنن، لطف کنید به دامادتون و دخترتون هم بگید اگر میتوانن اون زمان باشن من میخوام باشون صحبت کنم و براشون مستقیم دعا کنم. آمین. لطف کنید اینا رو هم بهشون. الان که پیشم نیستم. نه سه‌شنبه اگر بودن سپاسگزار میشم که واسه لطفاً با دعای خواهرمون متحد بشید. بفرمایید خواهش می‌کنم. آمین. خداوند عیسی مسیح به حضورت میام با پریوش عزیزم در کنار کشیش رسول عزیزم. خداوند میخوام سمیرا و همسرش محمد رو به حضورت بیارم. بگذار که گره سوم تو باشی تو زندگیشون. آمین. خداوند که هرگز گسسته نشن. پدر جان از روح مقدست پرشون بکن عیسی مسیح زنده و برکت آسمونی بهشون بده. خداوند بگذار که از روح مقدس تو خداوند کلامو یاد بگیرن، جانشون نجات پیدا کنه تا تو جلال پیدا کنی. خداوند برای پسر علی دعا میکنم خداوند که در حضور تو زانو بزنه پدر جان و اعلام کنه که تو خداوند زنده هستی. خداوند خانواده خواهرم را به حضورت میارم و ایمان دارم که پدر جان با عشقی که در دل اون کاشتی و عاشقی که تو هستی پدر جان این خانواده زیر پوشش روح مقدس تو هستن و همه اینا را به نام مقدس مسیح عزیزم به حضور دوردیم و با ایمان دریافت کردیم. آمین. آمین که با ایمان دریافت کنیم. خواهر پریوش قبل از اینکه شما رو به دستان خدا بسپاریم سوالی هم این هست، آیا شما پیوند مسیحی با همسرتون براتون خونده شده یا نه؟
بله همون 4-5 سال پیش خود سیدم با صحبت کرده. بله خب خودش الان نشسته الان گوشیدم نزدیک کردم داره میگه سپاس کنم ما ایمان داریم خودش پسرم پس... یه خود برای علی نه من پیوند مسیحی رو گفتم من گواهی نگفتم برای دعای نجات نه پیوند مسیحی اگر پیوند مسیحی براتون خونده شده برای ازدواجتون پیوند مسیحی یعنی کسی که بیاد عقد اسلامی شما رو باطل کنه و پیوند مسیحی رو براتون بخونه اگر احیانا مایل بودید بعد از این میتونید یک ساعت و نیم دیگه تماس بگیرید اگر پیوند مسیحی رو هنوز کسی براتون نخونده من برای شما بخونم شما رو به دستان مسیح میسپارم تا با امید خدا با هم صحبت کنیم فیض خدا باشه خدا نگهدار. بریم با هم خط دیگه رو بگیم. عزیزید. خیلی ممنون. سپاسگزارم از حضور جناب عالی. خدا نگهدار. هموطنان عزیز، تا قبل از یه خط دیگه رو بگیریم، خواهش می‌کنم عزیزانی که مسیح ایمان آوردید و زن و شوهرهایی که هر دو به مسیح ایمان آوردید و با هم صحبت کردید و به این نتیجه رسیدید، این بسیار نیکوست که عقد اسلامی قرارداده. برای همین کنار قرارداد همیشه تبصره داریم دیگه. ولی کنار پیوند که تفسیر پیوند پیونده آمین. تمام یک کلام خدا میگه زن و مرد یک میشوند دیگه تفسیر نداریم اما توی قرارداد اسلامی ما تفسیر داریم مرد میتونه بره 3 تا زن دیگه هم بگیره یعنی 4 تا زن مرد تا 100 تا دیگه میتونه صیغه کنه مرد میتونه زن رو بزنه کتک بزنه سوره نساء 34 و زن حق کامل نداره مرد حقش دو برابر هستش و و و تمام آنچه که در این قانون و این حزب اسلام هستش درش نهفته است پس تشویقت میکنم هموطنی که مسیح ایمان آوردی میدونم که ایمان شما بسیار خوب هستش اما بیا اون قرارداد اسلامی رو باطلش کن و با پیوند مسیحی که دست سومی که شما میگیرید دست خدا باشه که آمین. هرگز مانند ریسمانی هستش که کلام خدا میگه گسسته نمیشه آمین. پیوند شما پر از برکت خواهد بود اگر آمین. میخواید پیوند مسیحیتون رو بخونیم یک ساعت و نیم میگیرید تماس بگیرید لطفا هماهنگ کنید با شبکه محبت و در طول هفته من در خدمت شما هستم برای اینکه پیوند مسیحی شما عزیزان رو جاری کنم آمین. بریم با هم دیگه خط دیگه ای رو داشته باشیم منیره عزیز هستن منیره جان رو خطی سلام بر هر دو عزیز درود بر شما امیدوارم که حالتون خوب باشه سپاس از مهر شما سالگرد تولد روحانی شما هم خواهد سمی جان مبارک باشه ممنون شکر برای مسیح سپاس از مهر شما بفرم خشم من کسی رسول جان خواهد سنی من یک سال خورده هست که ایمان آوردم خدا رو چند بار اومدم رو برنامه تو شهادت هم زدم و امروز یه شهادتی دارم براتون که البته هفته پیش هم با اتون تماس گرفتم فرصت نشد و امروز موکول شد و اینکه من استعدادی رو خدا در درون من گذاشته بود که برای خدا می سرودم شعر می سرودم ولی اون موقع خب با حقیقت خدا اشنا نبودم البته شعرهایی هم که در اون زمان سرودم اغلب شعرهایی هستش که می تونم بگم اصلا خود خدا بود یعنی همون خدایی که من امروز شناختم اما بعد از مدت ها دیگه چشمه شعر گفتن من خوش شده بود ولی بعد از مدت ها خدا اون رو دوباره در درون من زنده جو ساخت هللویا خدا رو شکر بله بعد اگر اجازه بدین من این شعر رو خدمتتون عرض کنم خیلی کوتاه خواهش می‌کنم بفرمایید سپاس می‌کنم مهر شما خواهش می‌کنم من اسم کاملم منیر اعظمه اون بار خدمتتون عرض کردم یک بار معلمم برگشت طلب از زمان راهنمایی به من گفت میدونید اسم معنیش چیه و بعد برای من به نسبت فامیلم اینطور معنی کرد که صاحب نوردهنده بزرگ من اونجا این حرف تو گوشم موند و اینکه اگر که خب عزیزان در دریان هستن منیر نور رو میتابونه نه این که نور از خودش داشته باشه و من به نسبت این شعر به زبونم اومد و یه توضیح دیگه این که از دو بیت اول مخاطب خود خداوند از دو بیت به بعد جریان زندگی منه بله بفهم خوشیم به سید ایسای مسیح شروع میکنم توی نیر توی نیر تو نوری من منیرم
اگر بر من نتابی من بمیرم، اگر بر من بتابی تابناکم، که از نورت همار خوب سیرم. در اختار ماضی در تکاپو به سفر معرفت جان بود اسیرم. در اون سالی که ایامش چهل بود، چهل سالی که در آورد پیرم، همیشه در پیش جوینده بودم، من او را دامن و او دستگیرم. هزاران لطف در کامم خدا ریخت که شیطان نفکند با قلب تیرم. او آن شیشه را در آن سیاه سال حفاظت کرد از سنگ شریرم. راه من موده بودم، بلکه آمد به قلبم او گواه، دستت بگیرم. مرا آموخت رسم زندگانی که در سختی محبت پیشه گیرم. و از چشمان من سنسی بینداخت و بند بردگی از پای پیرم. آمین. فیضش رایگان داد، به لطفش در حضورش جای گیرم. آمین. مرا سیر از محبت ساخت، چون که صلیب جلجتایش کرد سیرم. آمین. مرا جستم ولی هرگز نیافتم، من هرگز نمیرم. آمین. که او زنده است در نام مسیحا و من هر لحظه از او کام گیرم. رب. و با شادی کنم شکرش به هر آن که عیسی نور و من ماه منیرم. غرورم بشکنم در نفس هیچم، غرورم بشکنم در نفس هیچم، به فیض عیسوی این نام گیرم. آمین. برافو. برافو. خدا رو شکر برای اینجوری. حقیقتا روح القدس گفت. واقعا. سپاسگزار خواهر عزیزم. آمین. عزیزم. سپاس از خداوند. میخوام که خداوند مطابق فیضش اشعار بسیار بیشتر از اینها رو به شما بده تا ما بتونیم برکت بگیم. ما خطوطمون پر هست خواهر منیره عزیزم. اگر اجازه بدید پس شما رو به دستان مسیح می‌سپارم. سپاسگزار میشم. بازم از این اشعار برای ما بسرایید. جان فقط یه خواهشی داشتم از این جان. دارم به مقرم بسیار میدم. خواهشه. و برام دعا کنیم که کمکم کنه روح القدس که بتونم این بشارتم رو کامل کنم و مادرم در قلبش رو به روی عیسی مسیح باز کنه. آمین که ایمان میاد. و این که آمین. و این که پادرد شدید داره، سیاتیک داره و الان تا پای ماهی که فقط خوابیده. عزیزم. از حتما در دعا هستی. اسم مادرتون چیه مانیره جان؟ اسم مادرم طاهره هست. طاهره جان حتما در دعا هستی. تشویقتون میکنم سه شنبه پنجمی به بعد از ظهر فرزندانم هم بنویسین، فرزندانم مبیلا و مصطفی از یک کدورت جزئی که حالا خدای نکرده نمیخوام بالاترش رو بگم بینشون قرار گرفته برطرف بشه. خیلی ممنون میشم. مصطفی و چی؟ موبینا. اوکی عزیزم نوشتم. شما رو به دستان مسیح می‌سپارم. سه شنبه تماس بگیرید که براتون مستقیم دعا کنم. آمین. فیض خدا با شما. فیض خدا. بله چشم. خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم. شما عزیزان خدا نگهدارتون. بریم با هم خط دیگه ای رو داشته باشیم. خدا نگهدار. خدا. محمد جان روی خطی عزیزم. بفهم. الو. لطفاً صدای تلویزیونتون رو قطع کنید. سپاسگزار میشم. میخواید ایشون رو روی هولد بذارید چون که باعث پارازیت میشه صداش. اگر ایشون رو روی هولد بذارید بریم خط دیگه ای رو بگیریم. سپاس کنید. We're gonna have on hold. Mohammed's gonna be on hold. آه بله. مرسی. بریم خط دیگه رو بگیریم. عزیزان خواهش می‌کنم وقتی تماس میگید ولوم تلویزیونتون رو کم کنید چرا که باعث پارازیت میشه، خود بینندگان اذیت میشن. بله. وقت شما بخیر. بفهمت خواهش می‌کنم. محشید عزیز هستش.
الو، با عرض ادب و سلام خدمت شما عزیزم و خانم نازنینم. جون شما خوبین؟ خدا نکنه. خدا شکر برای وجود دلم. خوبین شما؟ مرسی عزیزم. قربان شما. مرسی. بفرمایید شما. در پی صحبت‌های کیفیش رسول عزیزم که پیوند به مسیحی رو گفت فرمودن، میخواستم بگم که واقعا برکت و فیض و رحمت داشت در ما و میخواستم گواهی بدم که آره گواهی خیلی خوبی هست. وقت شما خوشحال میشین آخر زمینه وقتش باز شد و آره به فروش رسید. خواهش میکنم جمعه که با شما تماس داشتم شنبه این اتفاق خوب افتاد برای ما. دیگه تو سه روز بوده دیگه. زنده باشی. قربان شما. قربان شما. همسرم هم خدمت شما سلام داره. سلام هم خدمت شما سلام داره. خیلی ممنون. تشکر داره همسرم خدمت شما. خواهش میکنم جلال از آن تشکر از مسیح. فقط یک دعایی خواهش میکنم قربان شما. بله همچنین فقط یه دعایی داشتن که میخواستن دعایی شیر کنن، یه وامیه میخوان برداریم که کنار این پول بذاریم بتونیم یه تاکسی بگیریم که بتونیم زندگیمون رو بچرخونیم. خیلی ممنون میشم اینم برام دعا کنیم. حتما و سلامتی خودم هم خدا رو شد خیلی بهتر شد. بهترم خواهد شد. کاملا خدا من کامل. پس لحظه چشمتون رو ببندید لطفا با دعای من متحد بشید. هموطنان دیگه ای که در جمع ما هستند و بیننده این برنامه هستید، خواهش می‌کنم نسبت مصلحت دلت با دعای من متحد شد و بپذیر که حتی اگر یک باور دیگه داری این رو بدون باور خدا این هست که تو فرزندش هست. آمین. تو شکل خودش آفریده. پس اکتفا کنید به آنچه را که امروز ما میگیم. قلبتون رو اجازه بدید باز باشه برای این مسیح و از دستان اون مصلحت دلت رو با ایمان دریافت کن. آمین. پدر عزیزم خدای قدوس رو شکر می‌کنم برای وجود خواهرم مشید، برای قلب خوبش، برای همسر، فرزندش، برای اینکه خداوند تو بودی که ای پدر جان این پیوند رو بر اونها قرار دادی. ای پدر جان پیوند آنان رو مبارک بخوان که بازم باعث برکت بشه. تو بودی که خداوند شرایط رو ایجاد کردی برای فروختن اون زمین. خواهش می‌کنم مطابق فیضت عزیزان رو حکمت داده ای خداوند برای تصمیماتی که می‌گیرن به طور خاص خداوند بتونن اون وامی رو که میخوان تو مهیا کنیم برای اینکه بتوانن ای خداوند شرایط مالی خودشون رو ای پدر جان در جایگاهی قرار بدن که نیازهاشون برطرف بشه. پس تو برکت مالی عزیزان باشه ای خداوند و مبارکشون بخوان به تک تک مصلحت های دلشون، همچنین دیگر هموطنان عزیز ما که با ایمان دارن میپذیرن ای خدا و با این دعا متحد هستن و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. با ایمان دریافت کن خواهر عزیزم و دیگر هموطنان عزیز. آمین. شما رو به دستان مسیح میسپارم. با این دل زیباتون بپذیرید. بله. قبول کنید. خدا شکر برای وجودت. شما میبوسمتون. خیلی ممنون. سپاسگزارم جان. مرسی. ممنون عزیزم. عزیزت. فیض خدا باشه. شما مرسی. تشکر خدا. خدا نگهدار. خداوند با شما باشه. سپاسگزارم. خدا نگهدار عزیزم. میبوسمتون. سپاسگزارم. کلام خداوند میگه اگر ما وفادار باشیم او ما رو فقط و فقط برکت میده. آمین. تشویقت میکنم هموطن عزیز. آمین. وفادار باشیم به کلام خدا. به مسیح ایمان آوردی، در مسیح خلقتی تازه است. آمین. چیزهای کهنه درگذشت. هیچ جنگی هم باش نداریم. چه جنگی ما داریم؟ ما ایمان داریم که خداوند ما نور هستش و این نور میاد تمام فضای تاریکی رو میگه و تاریکی. آمین. میره هموطن. آمین. عزیزم. اما بیاییم با هوشیاری به آنچه که اعلام وفاداری کردیم بایستیم. به مسیح ایمان آوردی، پیوندت هم مسیحی باشه. وقتی میگیم پیوند مسیحی باشه با صحبت از مذهب نمی کنیم. پیوندی هست که خداوند در ابتدا میگه زن و مرد و خدا هر سه کنار هم هستن. دست زن و شوهرها تو دست هم هست، اون یکی دستاشون تو دست خدا هستش. آمین. بس قراردادی نیستش مانند اسلام. عزیزم خواهش میکنم بیایی، براتون دعا میکنم که از اون قرارداد اسلام، عقد اسلام آزاد بشید و وارد ملکوت و برکت خداوند بشید. میبینید الان نمونهش این خواهر عزیزمون. و اینکه عزیزان وقتی تماس میگیرید باید با ایمان بپذیرید. ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی که من باور دارم
خود عاشق من بوده مطابق انجیل یوحنا 3:16 اونقدر من رو دوست داشت که یگانه پسرش عیسی مسیح رو داد، پسر روحانیش رو داد و او بهای گناه رو پرداخت کرد من بتونم رابطه نزدیک با خدا داشته باشم و این در این رابطه آنچه را که خودش اجازه ده نیازهای من باشه اون به من بده. این ایمان تو هست که بپذیری و مطمئن باشی. ما هفته گذشته چند نفر از عزیزان در کلیسا رو تعمید دادیم. آمه. یه عزیزی رو تعمید دادیم که ایشون سن بالایی داشت، خانومی بود که نسبتاً مسن هستن ولی بسیار خانم خوب، پر از عشق و پر از محبت. آمه. که سالهاست، شاید فکر کنم نزدیک 40 سال آمریکاست و یک آباور دیگه ای داشته. ایشون وقتی که اومد و تعمید گرفت دیگه شروع کرد داره میاد. این پنجشنبه دیشب بلند شد اومد گفت بعد رسول ببخشید من معده‌ام اینقدر درد میکرد نمیخواستم بیام، گفتم شاید بد باشه من نیام. یه خورده مذهبی فکر کرده بود که حالا نیاد گناه داره. گفتم نه خواهرم نمیمید وقتی معده‌تون درد میکنه، ولی الان که اومد اجازه بدید براتون دعا کنم و خواستید زودتر برید بید. گفت آره من فقط اومدم اجازه بگیرم برگردم. چنین چیزای خیلی کم هست و این نشون میده چه ایمان خوبی این خواهرمون داره. و من همون زمان برایشون دعا کردم و رفتم مشغول خدمت و پرستش شدیم. پرستش که تموم شد اومدم موعظه کنم، این خواهر دستش رو برد بالا، دیدم داره گریه میکنه. گفتم چیه خواهر عزیزم؟ گفت همون موقع که دعا کردید معده من خوب شد، اما یه خود منتظر شدم ببینم بازم درد میکنه، دیدم اصلا درد نمیکنه، من معده‌ام خوب شد. ایشون دانش خیلی نسبت به انجیل مسیح نداره، همه انجیل رو هم نخونده، فقط با ایمان پذیرفت. بپذیر عیسی مسیح عزیزان خدای توست، خداوند توست. امامزاده نیست، محمد نیست، انسان نیست که مرده باشه تمام، خدای زنده تو هست. آمین. و اون عاشق توه. با ایمان بپذیر. برای همین میگم حتی اگر یک باور دیگه هم داری بیا بچش که خدای تو خدای نیکوست. آمین. بریم با هم دیگه خط دیگه ای رو بگیریم. آقای نوروز عزیز هستن، من برم روی خط براشون. آقای صدای ما رو داری؟ درود بر شما. درود بر شما. من دارم و خانم تمیز حاضر خود سلامتی شده. سپاس هم مهر شما، سپاس هم مهر شما، وقت شما هم بخیر. بفرمایید جان. بخشوش خود من میخواست شهادت بدم که دعا کردیم دارم خواهش کنم. زانوام درد میکرد. آخ جان زانوام خوب شد. دعا کنم دارم. هللویه. یه را تنوزی گیرم بیا کار بکنم، دعا بکنم داره خانم این کار جوونه حالش خوب نیست. اسم پسرتون چیه؟ اسم پسرتون چیه؟ دعا بکنید. جان؟ نه اسم پسرم نه، خانم نیلوفر. آه خانم نیلوفر. خانم نیلوفر. خانم نیلوفر. خانم نیلوفر. خانم نیلوفر. دعا بکنید. همسرشونه؟ برای برکت. حالش خوب نیست. ببینم خانمتون الان؟ همسرم نیست. همسر؟ آشنا. آشنا همسرشون نیست. آه بله. اونجا که نیستن. اونجا که نیستن. نه نه شیراز هم دعا بکنیم. افسرده هست، جوان، دستش خالیه، حالش هم خوب نیست. دعا خیر بکنیم دراش، کمکش بکنیم حتما. اگر احیانا نوروز عزیزم، اگر احیانا ایشون مایل بودن با یکی صحبت کنن من در خدمتشون هستم که با ایشون هم صحبت کنم. چون میگه مایل هستن، مایل هستن، من خوشحال میشم. دوستان به ایسامسی ایمان آورده. خدا خداش ایمان آورده و اون بره من در تازه پیام میده که در انسان برای در نام انسان مسیح این کار کردم، این کار کردم. خواستم بیشتر بره اون دعا بکنیم، بره اون دعا بکنیم که شفا پیدا بکنه. آمین. خداوند روزی که وجودش بیاد. آمین. بیاد با هم دعا، بیاد با هم دعا، وجودش پاک بشه. آمین. بیاد با هم دعا. ممنونم. خواهش میکنم. شکر پدر جان، شکر روح القدس عزیزم که مطابق وعده عمل میکنی. آمین. و تو بودی که زانوهای برادرم آقای نوروزی عزیزم رو تو شفا دادی خداوند. اینک از تو میخوام که افکار و دل و احساسات برادرم آقای نوروزی عزیزم رو
توی خدا از روح مقدس خودت لبریز کنی، از امید، شادمانی، قوت ببخشی خدا و او رو برکت بدی به هر مصلحتی خداوندا که در قلبش هست، به طور خاص برای خواهرمون نیلوفر خداوندا از تو میخوام اون که قلبش رو به تو داده اینک مطابق فیض تو رو ملاقات تازه کنی و دست سلامتی و شفای تو بر جسم او باشه، بر افکار او باشه، بر روح او باشه، بر روان او باشه و به هر دلیلی که این دیپرشن روی او قرار گرفته در نام عیسی مسیح نهیب بزنی که دور بشه و فقط قوت تو و شادمانی های تو وجود خواهرم رو در بر بگیره و ای خداوند این سلامتی ای پدر دلیلی بشه در بین آنانی که تو را دوست دارم و حتی اونایی که هنوز تو رو نمیشناسن خداوند که نام تو جلالی یابد و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم، با ایمان دریافت کنیم. مطمئن باشید که خداوند مطابق فیضش عمل. سپاسگزارم مهر شما، شما رو پس به دستان مسیح میسپارم برادر خدا. ممنون آقای نوروزی عزیز، شاد و سلامت باشید. فیض خدا. ممنونم خانم مسیح. عزیزم. خدا خیلی ممنون. تشکر میکنم. عزیزم. ممنونم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. عزیزم. خب پس بریم با هم دیگه. فیض خدا. خب هموطنان میبینیم که خداوند چگونه مطابق فیضش عمل میکنه. خدا رو شکر. عزیزان خدا شفا دهنده است. خدای زنده. نامش یهوه است. آمین. پسر روحانیش عیسی مسیح هستش. آمین. و تو فرزند او هستی. فرزند خدای پدر هستی. خواهش میکنم. با ایمان تماس بگی، اجازه بده که مسیح تو رو شفا بده. آمین. بریم با هم خط دیگه ای رو داشته باشیم. ما 21 ثانیه بیشتر نداره. یه تلفن دیگه بگیریم لطفا. اوکی. خانم ستاره. الو. وقت شما بخیر. بفرمایید. ستاره جان. بفرمایید. درود بر شما کیشیش رسول. درود بر شما. درود بر شما. خواهشم این. خوب هستی شما. سپاس هم مهر شما. سپاس هم مهر شما. در خدمتون هستیم. من 11 سال ایماندار هستم. شکر. از خدا خیلی جاها کمک گرفتم و نجات پیدا کردم. پسرم. یکیش پسرم هستیش که قلبش دستم رو گذاشتم رو قلبش. البته اون موقع من خیلی در دعا بودم و قلبش رو در نام عیسی مسیح شفا دادم. سوراخ خدا رو شکر. برادرم اعتیاد داشت، اونو خدا رو شکر عیسی مسیح نجات داد. آمین. و الان حدود یه دو سه ماهی هست برای دوستانی که چه در کما چه در مریضی های خاص هستن دعا میکنم. خب خدا رو شکر جواب دعا میگیرم. آمین. براو. بعد یه خبر خوش بدم از جانب. ایران به شما که خدا رو شکر که من دوستانی از نزدیک دور چه متحد چه مجرد از پلیس فتا هوافضا نمیدونم رئیس دانشگاه برابا. همه به عیسی مسیح ایمان آوردن. و اینکه یه خبر دیگه که من در یکمون میبردم کلیسای کریم خان اونجا میدادم. بعد جلوی در کلیسا دو تا دکه هستش واسه از این کانکسه، یه دفتر یه دونم کانکسه. بعد من در یکم میدادم اونجا که متوجه شدم که اینا کارمندای جمهوری اسلامی هستن و پولایی که ما میدیم اونجا اینا پولا رو برمیدارن واسه خودشون. درست. یعنی به کلیسا تحویل نمیدن که من از یه خادمی بود داخل کلیسا سوال کردم، گفت شما نباید اونجا بدید. من گفتم اینو روی شبکه بگم، اون آدمایی که به قول معروف مسیحی هن میرن اونجا و دعیه‌شون رو میدن ببرن پشت کلیسا به دفتر همون ارامنه بدن. صدا میاد؟ بله. الو جانم بفهم. بعد یه درخواست دعا هم داشتم. یکی از آشنای ما یه پرونده‌ای براش ویژه روحانیت یه مشکلی براش درست کرده که یک سال براش حبس بریدن. اگر میشه برای این دوست ما آشنای ما یه دعایی بکنید که از این پرونده خلاص بشه. میتونید اسمشون رو بگید؟ اسمش یاسر هستش. بعد ایشون یه کسی هست که توی نهاد ریاست جمهوری هستن. احتیاج نیست توضیح بدید. بعد ارزم به حضور شما فقط همین بدونید. آره بلد. یه دو تا درخواست دعای دیگه هم داشتم. من یه سرمایه گذار از ترکیه آوردم برای خرید پتروشیمی. همین هفته قرار شده که ما این قرارداد رو بنویسیم. اگر میشه برای من دعا بکنید. و یه دعای دیگه هم دارم، این که
برای همین دوباره دوستم که یه پرونده دیگه هم هستش که براش درست کردن. این پرونده هم توی کرج هستش. بسه. حالا اگر میشه براش دعا بکنید. من الان از خواهرسنگ میخوام که دعا کنم. ولی ستاره جان از شما خواهش کنم سه شنبه ما تماس بگیرید. یه مقداری خب وقت اون اوپنه، اون موقع فیلم برداری نمیشه، افراد رو میتونید راحت اسم ببریم که براشون دعای خاص رو انجام بدید. ولی خدا رو شکر برای غیرتت ادامه بده با حکمت خدا و با احتیاط ادامه بده. من ایمان دارم که خدا به تو عطایایی داده که تحت همون عطایا داره از تو استفاده میکنه. من این عطایا رو خداوند به همه ایمانداران داده که همه باید ازش استفاده کنن. لحظه با دعای خواهرم متعهد شد گفتن. سپاسگزارم. بفهم خواهش کنم سمیر. ممنونم از شما، سپاسگزارم. خواهش بفهم سمیر. خدایا شکرت میکنم. شکرت میکنم برای این روز زیبا که فرزندانت تک به تک دارن نام تو رو جلال میدن و گواهی میدن که تو زنده هستی، پدرشون هستی، شفاشون دادی خداوندا و برکت رو به زندگیشون برگردوندی. شکرت میکنم برای ستاره عزیزم که خداوندا برای بشارت انتخابش کردی. خداوندا بگذار که دهانش همیشه به نیکویی باز بشه و تو پرش بکنی و عزیزانی رو که خداوندا تا الان خبر خوش نجات دادن بهشون، خداوندا میخوام همین الان با روح مقدست یک بار دیگه زندگیشون رو بشوری خداوندا و به قدوسیت خودت نزدیکترشون کنی. خداوندا عیسی مسیح زنده، هر آنچه که در دل خواهرم بوده برای پتروشیمی، برای کارهایی که خداوندا میخوای برکت بهش بدی، همه رو به حضورت میارم و به دستهای مبارک تو میسپرم، چون امضا کننده اون قرارداد تو هستی پدر جان، چون میخوای فرزندت در سلامتی خداوندا فکر و جانش خداوندا برکت رو از تو بگیره و همه اینا رو به نام پدر، پسر، روح القدس به حضورت آوردیم و با ایمان دریافت کردیم. آمین که با ایمان دریافت کنید. شما رو به دستان پرفیض مسیح میسپارم. آمین عزیزم. فیض و حکمت خدا با شما باشه. سپاس کنم. ممنون. فیض خداوند با شما باشه. خدا نگهدار. تا اتاق فرمان آماده میشه بریم با هم دیگه یک موزیک ویدیویی رو ببینیم، یک سرودی رو ببینیم. مطلبی که در دلم هست این هست که اعلام کنیم من و کلیسای پرستان مسیح، سازمان ونگارد پیس میکرز و که همون سازمان پیشتازان صلح هستش، از اونجایی که شنیدیم متاسفانه دولت سوئد در برابر زنان و مردان آزادخواه در سوئد توی استکهلم در برابر مخالفت با آقای محمد جواد ظریف که یک در اصل مزدور جمهوری اسلامی هست و بر علیه مردم ما عمل کردن در طول این 40 سال اعتراض کردن و متاسفانه پلیس سوئد در برابر هموطنان عزیز ما ایستادن و اونها رو بهشون آسیب رسوندن. ما محکوم میکنیم پلیس سوئد رو، دولت سوئد رو محکوم میکنیم، هرچند به یاد دولت سوئد هم میخواییم بیاریم که در سال 1974 محمد رضا شاه پادشاه فقید ایران، ایشون مبلغ 200 میلیون دلار پول بلاعوض کمک به سوئد کرد که از نظر مالی برشکست شده بود. و درست نجات داد دولت سوئد رو. اما دولت سوئد امروز ما میبینیم که متاسفانه با یک عملکرد مزدورانه نفع نظام اسلامی رو گرفت و نه به یاد آورد خدمات محمد رضا شاه رو که در اون زمان به اونها خدمت کرد و نه اینکه این همه نظام اسلامی داره به مردم ما ظلم میکنه و محمد جواد ظریف نیست تحریم شده، اصلا اجازه نداره ایشون توی سفارت ها بره صحبت بکنه. ملت ما اونجا ایستادن و اعتراض کردن دیگه. برای چی اومدن توی سوئد؟ چون تو کشور ایران آزادی نبود. ما برای چی اومدیم آمریکا؟ توی ایران آزادی نبوده. ولی متاسفانه دیدیم که دولت سوئد با یک موقعیت خیلی بدی با مردم ما، مردم آزادخواه ایرانی در سوئد برخورد بدی کرد که جا داره محکوم کنیم و این رو بدونید دولت سوئد به هر دولتی که از نظام اسلامی دفاع میکنه تسویه حساب ملت ما بعد از سرنگونی نظام اسلامی با شماها خواهد بود. بریم با همدیگه سرودی رو ببینیم، برمیگردیم. با ما باشید، با ایمان بایستید، مطمئن باشید که خداوند مطابق فیضش اجابت. آمین.
بشنو صدای خستم، دیگر طاقت ندارم، توی مسیح پناهگاهم. بشکن این زنجیرهای زندگی من، زیر این بارها شکستم، در آغوش تو من دویدم، تا صدایت را شنیدم، در آغوش تو من آزادم، در اسم تو نجات یافتم. به جایی رسیدم، یه جای تنهایی، فریاد زدم کجایی، شنیدم صدایی، سرود آزادی، عیسی مسیح تو زنده ای. در آغوش تو من دویدم، تا صدایت را شنیدم، در آغوش تو من آزادم، در اسم تو نجات یافتم. من آزادم، نجات یافتم، از این دردها من آزادم، من آزادم، نجات یافتم، در تو مسیح من آزادم، من آزادم، نجات یافتم، از این دردها من آزادم، من آزادم، من آزادم، نجات یافتم، در تو مسیح من آزادم. شنیدم صدایی، سرود آزادی، عیسی مسیح تو زنده ای. وعده‌های خدا حقیقی است برای ایمانداران به مسیح تا تعلیم یافته و در هدف و انگیزه منتظر فیض خدا باشند. کشیش رسول هیدری. با درود مجدد خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، هر کجا که هستی هموطن عزیزم، بیننده این برنامه هستی، بدون آمین. که خداوند با تو کاری داره. آمین. نسبت به مسئلات دلت، نیازت، حاجتت، میخواد تو رو محبت کنه. آمین. عیسی مسیح آمد تا محبت رو در دلهای ما جاودانه کنه. آمین. و اگر مایل هستی که این محبت در وجود تو باشه، اگر تا به امروز قلب تو مسیح ندیدی، تشویقت میکنم تماس بگیرید با شما تلفنی که پایین صفحه میبینید، مشاورین ما برای شما دعای نجات رو میخونن. اون موقع خودت اعلام میکنی، گواهی خواهی داد زمانی که مسیح ایمان آوردی چقدر آرامش گرفتی، این اعتماد رستگاری رو گرفتی. و در طول روزها مطمئن باشید گذشته از که روح القدس حامی شماست، مشاورین ما در کنار شما عزیزان هستن که جواب سوالات شما رو بدن، براتون دعا بکنن، بهتون مشورت بدن. من و خواهرم سعی و کلیسای پرستان مسیح نیست در خدمت شما خوبان هستیم. بریم با هم دیگه خط دیگه رو داشته باشیم. فاطمه جان هستم. عزیزم فاطمه جان، روی خطی وقت جانم. شما بخیر، بفرم خواهشم. سلام، خسته نباشین، درود خدا با شما باشه، پاینده باشه، فیض خدا با شما باشه. من در رسول عزیز کشیشان در خواهستمی عزیزم، خسته نباشید، پاینده باشه. کشیش رسول جان، من تماس گرفتم که بگم من یه جا به جایی دارم، اگه میشه برام دعا کنید که واقعا خیر و صلاح و رضایت خداوند درش باشه. آمین. و تمام امکاناتش فراهم بشه. آمین. و خونه خوبی که واقعا خدا بخواد گیرم بیاد ارزون، برای همین زنگ زدم و یه مشکل بزرگی هم دارم، اونم برداشته بشه از سر راه. آمین. و خدا قوتش رو بده و آرامشش که خاص خودش همین باشه و خیلی خودش همین باشه. آمین. ممنونه بشه.
پس بیاید با هم یه دعا کن. اگر عزیزان هستن خواهش کنم. عزیزان دیگران با دعای من متحد شده آمین. و به آنچه که در قلبتون هستش از دستان پرفیض خداوند دریافت کنید. آمین. هاللویا هاللویا. خدای قدوس پدر آسمانی تو رو شکر می‌کنم برای وجود خواهرم فاطمه، برای قلب خوبش، برای ایمانش خداوند. خواهش میکنم خداوند، او از تو مشورت میخواد و کلام تو اعلام میکنه که نزد تو بیاییم تا تو ما رو اجابت کنی و از آنچه نمیدانیم تو ما رو مطلع سازی. اینه که از تو میخوام که روح مقدس تو باشه که مشورت دهنده باشه به خواهرم و خواهر من رو برکت بدی به فیضت، به رحمتها و اینکه بتونه چگونه جابجا بشه خداوندا برای محل جدید که میخواد در اون ساکن بشه خداوندا. تو اندیشه کن اونجا رو تقدیس کنه خداوندا و باشه که حضور تو و روح القدس و فرشتگان تو حامی خواهر من باشن و به آنچه که در قلبش هست با فیضت اجابت کننده باشه. و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. با ایمان دریافت کن خواهر عزیزم. شما رو به دستان مسیح میسپاریم. باشه که گواهی های شما باعث برکت بر ما. فیض خدا باشه. آمین آمین. میخوام نامش جلال بدم. او شایسته. بریم با هم خط دیگه رو بگیریم. سپاس هم نهیشم. زنده باش. خدا حافظش. بریم با هم یه خط دیگه. نامو دارم. بینام جان رو خطی عزیزم. الو سلام، چی شده داری؟ درود بر شما. درود بر شما عزیزم. بفرمه، در خدمتون هستیم. عزیزم سعادت نصیبم شد. متقابلا من تماس گرفتم خدمتتون جان. سعادت نصیبم نشد عزیزم. واقعیت آقا من خیلی تشنگذار بودم تا این هفته و واقعیت سپاس هم مهرش سعادت نکیم که کنستم با برنامه خوبتون تماس پیدا کنم تماسی برقرار پیدا کنم و اینو شاکر سپاس گذار خداوند عیسی مسیح هستم و این یکی محبت از طرف عیسی مسیحه که من آقا داده شده و اینو مرغون الطاف عیسی مسیح هستم و به نوعی شیشه داری میخواستم یکی خدمت شما و تمام بیننده ها بگم. من واقعیت که بعضی میان روی خط روی ایر میخوان از این خط به یه نوعی چیزی داری. خب این یه خط این شبکه من اینجا به عنوان یک بیننده و یک کسی که واقعیت از عیسی مسیح جلال پیدا کردم به راهی که دیده شدم که راه درستی صداقت و سلامتی در کمال صحت و سوق عقلی بوده. متوجه هستید؟ خب ما شما اگر نشستید اینجا و من اون چند سال پیش که به شما رجوع کردم گفتم واقعیت گرفتاریم خیلی زیاده و واسم دعا کنید. خب من این رو مرهون محبت های خداوند عیسی مسیح و عیسی مسیح و شما هستم و به نوعی وقتم میبینم که این مسئله هست. واقعا به خودم نمیبینم که آقا نگم این کسایی که میان در پی تو استفاده کردن از این شبکه هستن و میخوان خب به یک نوعی همون اسلام زدگی اسلام خودشون رو بخوان پیش بکشن که میگن آقا شما چیکار دارید که به سیاست دخالت میکنید؟ پس شمایی که اصلا غیر قانونی هستید شما تو سیاست دخالت کنید. بعد مسیحیتی که واقعیت قانونیه، خب بعضی موقع مثل خودتون که به واقع درست فلان میزنید دخالت نکنید شما. خب اینا میخوان افکارا رو بریزن به هم دیگه. چیزی داره یه چیزی واسه معجزه از خداوند عیسی مسیح که من با این سطح سوادم واقعا که به دست آوردم راضی به همین صفرا من سطح سوادم دوم راهنماییه ولی یک معادله از صفرا که کم شده اینجا من میخوام این به بیننده اینو بگم دیگه نگاه کنید معجزات خداوند عیسی مسیح رو جلال پیدا میکنه. هر کس به مسیحیت ایمان بیاره به تعالی رسید یعنی به نقطه رسیده به شکوهی رسیده که این شکی در اون نشید. از مسیحیت رو سر لوحه کار خودتون قرار بدید. به عیسی مسیح رجوع کنید. همون قوله که من درس گرفتم و تمام شکوه و تمام پیشرفتم از طریق عیسی مسیح. ببینید راجب چهار دسته اینو من برداشت کردم که میخوام از این طریق بگم که تمام اساتید سیاسی و تمام اقتصاددانان بفهمن این رژیم استکبار و رژیم مفتزه ظالم اسلامی به سر ملت ایران و تمام آمریکا چی آورده. برداشتن چهار صف حکایت از بی‌ثبات کردن بیش بازار دارد. چرا آقای هزاری؟ به دلیل اینکه شناسه ضریب توان بازار
بر حسب درصد حسابه. و به دست آوردن درصد به توان دو که 1,000,000 است، باید ضریب 2.5 انجام بشه که این معادله با حذف 4 صفر یا کم یا بیشتر نه تنها انجام پذیر نیست، بلکه به دست آمدن معادلات بانکی هرگز با رقم 100 به جای درصد امکان پذیر نیست. به اختلاف در توان بازار ورشکستگی و رکود و ناخالصی تولید، کلاهبرداری، بی‌امنی، ناامنی در جامعه، تولید و غیر قانونی بودن بیش از حد مراکز قانونی از ادارجات در بر داره. درست میفهمید. درست. متوجه این چیزا میان میگن ما صفر رو کم بکنید، وقتی صفر رو کم می‌کنیم چه عددی میاد به وجود؟ 100 میاد. حالا اعداد 1,000,000 اینجا در معادلات ریاضی، در معادلات بانکی حسابه. و وقتی معادلات 1,000,000 به این رقم حسابه، خب عدد 100 به جای درصد میاد. رکود یعنی شکوه بازار با درصده، یعنی شکوه اقتصاد با درصده. وقتی اقتصادی شکوه پیدا میکنه که درصد بالای رشد به رقم رو داشته باشه، وقتی ما درصد از میگیدیم 100 رو بذاریم به جاش، متوجه نه تنها رشد پیدا میکنه بلکه باعث اختلافات، بلکه باعث رو در رو شدن ملت رو در بر داره. این نظام جناب آقای حیدر نه تنها دشمنی کرده با تمام جوازه المللی، بلکه با ملت ایران و ملت ایران رو به یک جوری در فکر و ابهامات فرو برده. من اینجا میگم شما باید ملت ایران به رویکرد تاریخی خودتون که اسلام رجوع کنید، و اسلام وقتی که میبینید رویکرد تاریخیش هست، میبینید که به جز شاهزاده پهلوی کسی دیگر رو مسئول و سکاندار ایران نیست. درست. چون تمام پازل‌های چیده شده در درون ایران از چی؟ از خود 2500 سال کورش کبیر شما که نمایندش شاهزاده است داره، و هیچ اپوزیسیون نمیتونه شرکت کنه. من اینو میگم که یک پارچه بشن، یک دست بشن، آمین، که یه هدف مبارزه با اسلام برن. آمین. اسلام واقعا ضربه زده، آمین. اسلام واقعا باعث مریضی و باعث رکود و ورشکستگی در دنیا کنونی شده. دقیقا. ما سپاس خاصیان میخوایم، ما 50% در یک ورشکستگی داریم. خب اگر کشورهای دیگه آقا ما مجلس تقسیم شدن، به ما ربطی نداره. زمین بغلی تقسیم شده، به ما ربط داره. زمین بغلی که آقا من زمینم جز 50% دریای کاسپین، همونطور که شاهزاده پهلوی میگه مال ماست. آمین آمین. با سپاس بهنام جان، بهنام عزیزم، با عرض میبوسمت، مرسی از مطالبی. چون ما زمانمون بسیار کم هست، اما در برنامه های دیگه میتونید تشریف بیارید صحبت کنید. بله جان، حتما حتما حتما، رو چشم میبوسمت. بگید در ایران ایران آزاده، آینده نزدیک نزدیک شما رو خواهم دید. آمین. سپاسگزارم. آمین که نزدیک. آمین. سپاسگزارم. مرسی مام. عزیزی عزیزی عزیزی. بر شما باشه. بر شما هم همین. حتما. من هم چیزی داره همون جور که به رشد فکری بارزی رسیدم، به اقتصادی هم خوب بشه. آمین. ایمان داریم که خواهد. وجودم درام، درود بر شرفتون. عرضیم فیض خدا باشه، فیض خدا. با سپاس از هموطنه عزیزمون. بله قبلا ما درباره 4-0 صحبت کردیم. بله. و این تصمیم خود خامنه ای هست عزیزان، یک بازی هستش، و میبینیم که الان خب جنگ ها بینشون شروع شده، گرگ ها به جون هم افتادن، دارن همدیگر رو میدرن و این گونه هم دارن مردم رو مشغول میکنن. اما خدا رو شکر ملت ما آگاه، به طور خاص جوانان ما آگاه هستن. جوانان برپا خیزید و در برابر سفارت سوریه روسیه بیستید لطفا و اعتراض کنید. در برابر سفارت روسیه بیستید، اعتراض کنید. سپاسگزار هستم از مردمی که حمایت کردن، از حیوانات، از سگهایی که شنیدیم متاسفانه شهرداری جمهوری اسلامی اونها رو به طور خیلی بد میکشته، اما اعتراضی هم که اونها کردن دیدیم که دوباره نظام اسلامی بر علیه مردم دلسوز، مردمی که این رحمت درشون هستش، چگونه بودش. وقت ما خیلی کم هست، اگر شد از کلام خداوند میخواییم برای شما آیاتی رو بخونیم که کلام خداوند اولین مسئولیتی که به آد انسان داد این بود که باغ عدن رو به او سپرد و گفت بروید از حیوانات، برو آدم از حیوانات اونجا مواظبت کن. پس قراره بر این نبود که انسان ها بر ضد موجوداتی باشن که خدا آفریده،
و در کلام خداوند پیوسته نسبت به رحمت و محبت و مسئولیت داری نسبت به حیوانات نیست گفته شده. اما اسلام چون اسلام یک حزب بوده، این حزب اسلام که فقط به فکر فتح کردن دنیا بوده، وقتی رسیده به ایران و دیده سگهای باهوشی دارن که از فرمانده های اسلامی باهوشترن، از خود محمد هم باهوشتر هستن، پس بنابراین گفته اینها نجس هستن و اینها رو بکشید. لطفا تحقیق کنید و ببینید چه این چیز نمید. اتفاقا سگ جز حیوانات خیلی با وفا هستش، حیوانی آمی. هستش که با محبت هستش. پس هوشیار باشیم که تعلیمات اسلامی رو اجازه ندیم بیشتر از این در فکر و دل ما ایرانی ها رسوخ کنه. بریم آمی. با هم خط دیگه رو داشته باشیم. سبا رو داریم. سبا جان درود خدمت شما عزیزم. درود بر شما. در خدمتون هستیم. بفرمایید جونم. سپاس از مهر شما. بفرمایید خواهش می‌کنم. خواستم شهادت بدم و اینکه در پیروی سخنان شما عزیزان خواستم شهادت برای نجات ایران بدم. آمین. بفرمایید. آمین. بفرمایید. خوشحال میشیم بشنویم. راستش اینکه من همیشه پای برنامه‌هاتون هستم، با خانواده می‌بینیم. و اینکه همیشه شما در پایان برنامه دعا برای نجات ایران دارید و ما هم دعا هستیم با شما. آمین. توی یکی همین روزها همین شبها من یک رویایی دیدم. بله. خواب عیسی مسیح رو دیدم که با روپوش سفید بلند و پرچم ایران با آرم شیر و خورشید. هللویا. برای نجات ایران برقراری ارتباط برای شما مسئول نمی باشن. متاسفانه جمهوری اسلامی قطعش کرد. این اگه میشه قطعش کرد. لطف کنید اسمشون چی بودن؟ سبا جان. سبا جان لطفا دوباره تماس بگیرید. خب جمهوری اسلامی دیگه روزای آخرشه، ما رو هم قطع کنه پیام انجیل رو نمیتونه قطع کنه. آمین. و قبلا هم عرض کردم خاتمی خامنه ای خاتمی هم جزوشون هست، خیانت که خاتمی کرد هیچ کدوم اینها نکردن. قتل‌های زنجیری در زمان خاتمی شد. بله. که ما شهدای عزیز همچون کشیش‌هایی که دلیر که هنوزم من موعظه‌های کشیش‌هایی که گوش می‌کنم میگم مگه میشه چنین موعظه‌ای با قدرت توی ایران انجام داده باشه. البته من شاید کشیش ادوارد عزیز هستم، کشیش وارتان عزیز هستم، کشیش برور عزیز هستم، جورجیک عزیز هستم، که اینها کشیش های هارمیک عزیز هستم که اینها با قدرت موعظه میکردن توی ایران. آمین. و با قدرتی که موعظه کردن خدا استفاده کرد به توسط روح القدس جانها نجات پیدا کرد. آمین. هللویا. ولی کشیش هایی که عزیز موعظه هاش موعظه هایی بود که به من یک بیداری داد تو خود آمی. ایران و امروز هم پیروی همون رو دارم انجام میدم. و جمهوری اسلامی هرگز نمیتونه جلوی خبر خوش نجات رو بگیره. آمی. در کتاب امثال 10 از شریف میخونم، خطوط رو داریم جواب خواهم داد. اعلام میکنه شخص نیکو برای جان حیوانات که در پیدایش 1:25 اعلام میکنه وقتی خدا حیوانات رو آفرید بره. گفت چه نیکوست. پس خدا حیوانات هم نیکو آفریده. میگه برای جان حیوانات خود هم فکر میکنن. یعنی بی فکر نیستش. اما مردم شریر به آنها ظلم میکنن. همون گونه که شهرداری جمهوری اسلامی در کهریزک شنیدیم که سگ‌کشی کردن و آسیب رسوندن. در پیدایش 8:1 میخونیم اعلام میکنه و خدا نوح و همه حیوان نات و همه بهایم، بازم اشاره به حیوانات میکنه، را با وی در کشتی بودن به یاد آورد. آمین. پس این گونه نیست. اگر خدا که حیوانات رو آفریده خودش برای اونها اندیشه میکنه، چگونه از یک باوری اومده به نام خدا؟ البته خدا که نی الله، الله هم بت عیسی، الله بت، الله بت هستش، رسوا خواهند شد. خواهش میکنم در برابر سفارت روسیه بایستید. به فیض خداوند صدا سیما تحریم خواهد شد. به فیض خدا این سایت های اسلامی چرا اسم بران استفاده نمید؟ چرا میگید شبکه محبت؟ چرا میترسید؟ اینو بدونید سایت های اسلامی تحریم خواهد شد. صدا سیما هر چه زودتر تحریم خواهد شد، جز برنامه هستش. تحریم میشه و به فیض خدا آزادی به کشور عزیز ما خواهد اومد. مردم مطمئن باشید و خواهش میکنم بر بام پشتبانها فریاد بزنید خدای ما محبت مخالف هر ظلمت. آمین. بر دیوارها بنویسید. سپاسگزار هستم. شعارها اومده، همه اینها رو میخوایم یه فیلم بکنیم بعدن
قرار بدیم توی برنامه‌های تلویزیونی. آمین. خواهش می‌کنم ادامه بدید. خواهش می‌کنم عزیزان، گروه گروه ایمانداران، لزومی نداره چهره‌هاتون باشه، فریاد بزنید، اعلام کنید ما به مسیح ایمان آوردیم، فیلم‌ها رو برای شبکه محبت بفرستید. آمین. عزیزانی که ماهواره دارن وصل می‌کنن، اولی شبکه رو بذارید شبکه محبت، خدام تو رو برکت خواهد داد. آمین. خواهش می‌کنم آدرس فرکانس شبکه محبت رو روی ماشین‌ها، روی دیوارها بنویسید لطفاً. به دوستانتون اعلام کنید. اگر می‌خواید اونها شفا بگیرن، آرامش بگیرن، لطفاً این کارو بکنید. آمین. روی شبکه ما ارتش سایبری میاد، خیلی مؤدبانه، مؤدبانه سخن میگه. من می‌شناسم، همه نمی‌شناسن، چون متأسفانه دخیل نشدن توی امور سیاسی. ولی من اونها رو می‌شناسم. من بچگی اینا رو ما می‌شناختیم. میان و سوالاتی میکنن، منم با حکمت خداوند جوابشون رو خواهم داد، مطمئن باشید. اما شما فریب این افراد رو یه موقع نخواهید، میان روی شبکه ما و صحبت میکنن. من اینجا هستم که همه ایرانی ها نجات پیدا کنن با فیض خدا، پیر و جوان هموطن، برای یک قشر خاصی نیستید و من ایمان دارم که هیچ کس نمیتونه صدای منو قطع کنه، به ایران خواهد رسید. صدای ما رو قطع نمیتونن بکنن. این شبکه ایستاده، شبکه محبت با دلیری ایستاده و من ایمان دارم به فیض خداوند این شبکه در ایران خواهد بود. آمین. و باعث نجات ایرانی ها خواهد بود. به فیض خداوند کلیساهایی که کلیساهای نجات و امید هست نیز بنا خواهد شد. درود بر مدیران این شبکه، کارکنان این شبکه عقیقتا. که ایستادن، نمیترسن و این اجازه را به من دادن که من بتونم گذشته از اینکه از کلام خدا عشق مسیح صحبت میکنم، از ایران و ایرانیان سخن بگیم. آمین. و ایران آزاد خواهد شد. بریم با هم دیگه خط دیگه ای رو بگیر. اگر اون خواهرمون اومدن سپاسگزار میشم، اون خواهر رو لطفاً وصل کنید به ما که از ایشون بشنویم. آمین. من برم زهره جون بار دوم زنگ زدن. زهره جان روی خط عزیزم. سلام خواهر، سلام عرض میکنم. درود بر شما. خیلی خوشحالم با شما تماس گرفتم. سپاسم مهر شما. بفرمایید خواهش می‌کنم. خدا رو شکر برای وجود شما. خدا رو شکر برای وجود شما. بفرمایید خواهش می‌کنم. خواهر بعد از جان زنده من تا الان یه بار حدود 7 سال پیش یه مریضی خیلی بدی داشتم، بعد از با شما تماس گرفتم. بله. و بعد از اینکه با شما تماس گرفتم، شما برای من دعا کردیم، من شفا پیدا کردم. هللویا. خدا رو شکر برای مسیح. خدا رو شکر میکنم برای ایمان شما، برای وجود شما. خدا رو شکر میکنم. خدا رو شکر برای مسیح. و یه حدود دو ماهی درخواست دعا کردم از شما و بعد از اینکه شما برای من دعا کردین، من نجات پیدا کردم. هللویا. و این دعای شما عملی شد. شکر میکنم واقعا برای وجودتون، برای دعاهاتون. سپاس از مهر شما و از تماس شما خواهر زهره عزیز. پس اگر مطلب نیست شما رو به دستان مسیح میسپاریم. سپاس از این که گواهی دادید. نه بعد از میخواستم درخواست دعا داشتم. بفرمایید. من و همسرم حدود 7 ساله که با هم ازدواج کردیم. بسیار عالی. و زندگی ما دچار مشکله. بعد ما دائم با هم دعوا داریم. و همسر من دعا میکنه، در حال دعا کردن. اینا ایماندار، انجیل میخونه. هم بگم بعد اعتیادم داره. بعد با هم صحبت میکنه. آره. اسمشون چیه؟ ما مثلا خواهر زهره، خواهر زهره عزیز، اجازه خواهر زهره ببخشید. یه لطفی کنید، شما 20 دقیقه دیگه به من زنگ بزنید. اگر همسرتون هم موافقت کردن، دوست دارم باشن، میخوام با هر دوتون صحبت کنم. بله. و اگر بعدم میخوام، اگر دوست دارید، میخوام پیوند مسیحی هم براتون بخونم. اگر تا الان عقد اسلامیتون رو کسی باطل نکرد، خواهش کنم. پس 20 دقیقه دیگه من در خدمت شما هستم. شما رو به دستان مسیح میسپارم. ببخشید چون وقت ما خیلی کم هست. من در خدمتتون هستم. فیض خدا باشه. بریم با هم خط دیگه داشته باشیم. خدا نگهدار عزیزم. عزیزی خواهر خوبم. اون خواهرمون اگر اومدن لطفاً اون خواهر ما رو اول بس کنید. پروانه رو بگیرم. بفرمایید. وقت شما بخیر. بفرمایید.
سلام درود بر شما خیلی ممنون قربونت قدر رسول عزیزم با مهر شما بفرمایید. ما ایمانداریم خانواده هم کلا ایمانداریم، ولی هر سال میتونیم نمیشه. الان بچه بزرگم الان 38 سالشه، دومی 37 سالشه، کوچیکم 36 سالشه، همطوری موندن، نه ازدواج جان. نه بزرگم نه کار. بله خب شما ایران خواهر پروانه شما ایران تشریف دارید درسته؟ بله بله. خب خواهر پروانه نگاه کنید، آنچه را که شما میفرمایید فقط مختص شما نیستش، الان میشه گفت به راحتی مختص دو سوم کشور عزیز ما هستش، خانواده هایی که بله. به خاطر شرایط سخت در از همه ایران توی شرایط سخت هستن. اما نوعی که شما فرمودید میخوام عرض کنم که اکثر هموطنان ما متاسفانه درگیر این مشکلات هستن، اما ما به توسط مسیح در از آرامش گرفتیم، اون قوت رو گرفتیم. ولی دعا احتیاج داریم. حتما. لحظه لطفا با دعای من متعهد بشید، چون دو سه دقیقه ما بیشتر وقت نداریم. فرزندم، همسرم، خودم. حتما تشویقتون میکنم سه شنبه ها با ما تماس بگیرید. به وقت ایران 5:30 بعد از ظهر. ولی بیا خواهر پروانه برای این موضوع جان. آنه با خود این پسرم که مشکل پیدا کرده با صحبت کنم. قربونه. عزیز. اگه درود بر شما. بفرمایید. سلام. درود بر شما. سپاس از مهرش. مرسی برادر خوبم. ما دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم، در خدمتتون هستیم جانم. بفرمایید. من نمیدونم چی بگم، ولی داستان اینجا داستان تاریکی و سیاهیه. و شما که در کشورهای اروپایی و کشورهای خوب دنیا نشستید، اونجا قانون هست، روشنایی هست، اونجا نیکی جواب میده، خوبی جواب میده، ولی اینجا جواب نمیده. جان چون چی بر اساس دروغ نیرنگ میچرخه. متاسفانه ما گرفتار شدید اینجا. جانم حق میدم بهت، حق میدم برادر خوبم. الان شغلی که من دارم باید که میرم با هزار تا دروغ، با هزار تا نیرنگ، با هزار تا کلا برداری سر کار بزنم تا بتونم یه دقونون در بیارم. جانم من میتونم اسمی از شما داشته باشم برادر خوبم؟ جان؟ اسمتون رو داشته باشم؟ جان پیداتون رو داشته باشم؟ نه، میخوام ببینم اسم شما چیه برادر خوبم، میخوام برات دعا کنم. به من اسمم هم جان چه میدونم یه بنده خدایی آه چشم بیا یه چشکال نر برمون برادرم. لحظه من اگر دوست داشتید حدود نیم ساعت رو دیگه با من تماس بگیرید. آمین. به شبکه محبت من دوست دارم با تو صحبت کنم، ولی میخوام الان روی خط هم برای شما و هم برای جوانان دیگه دعا کنم. آنچه که فرمودی این حقیقت هم این حقیقته قربونت، درست میگی برادرم. چرا متاسفانه ما تلفن ایشون از دست دادیم. بله. چرا من اینجا درباره فقط کتاب مقدس که پر از عشق افتخار من کتاب مقدس، رسالت من انجیل مسیح هستش و آمین. باور کنین من خدمتم برای مسیح هست. آمین. اما چرا افرادی مثل من که خیلی کم هستن متاسفانه تو شبکه‌های مسیحی درباره ایران صحبت میکنن؟ چرا درباره مسائل سیاسی صحبت میکنن؟ آیا ما سیاست رو بالاتر از انجیل مسیح میدونیم؟ هرگز. اما اون دلی که مسیح به ما داده نمیتونیم ما فقط اینجا بگیم ما کلام رو برای شما میخوایم، چون احساسم این هستش که رسیدم به جایی که امیدوارم سوء تفاهم نشه بین خادمین، مثل فریسیان داریم فقط کلام رو میگیم و فراموش کردیم محبت کنیم، فراموش کردیم که خداوند رحمت از ما میخواد. از این رو هستش که از ایران صحبت میکنیم، که این مجوزش هم از مدیران شبکه گرفتم البته من، و خدایش برای غیرت این عزیزان، چون به این عزیزان هم خیلی فشار میرن، خیلی ها هستن این موضوع رو درک نمیکنن، خودی و ناخودی متاسفانه تماسای بی موردی میگیرن و میگن چرا از درباره سیاست صحبت میشه. ما درباره سیاست صحبت میکنیم که درد مردم اینجاست، درباره سیاست صحبت میکنیم چون نظام اسلامی به نام اسلام سیاستی شده که پلیدی و تباهی رو آورده، به جایی رسونده مملکت ما رو که 40 سال پیش ما این گونه باشیم. ما 40 سال پیش چگونه زنان خیابانی داشتیم مگر؟ ما بچه خیابانی مگر داشتیم؟ حتما فقرم بوده، اما این گونه نبوده.
مگه من میتونم محبت مسیح رو بگم جایی که درد و رنج هست اون رو فراموش کنم؟ غیر ممکن هستش. چرا که میدونم که مارتین لوتر کینگ یک کشیش آمریکایی بود که ایشون در کنار که دکترا الهیات هم داشتش سکوت نکرد و بر علیه آپارتایدی که توی آمریکا بود، تبعیض نژادی که توی آمریکا بود، ایشون ایستاد. هرچند چه بسا که از طرف مسیحیان شاید مورد انتقاد قرار گرفت، از طرف دولت آمریکا مورد انتقاد قرار گرفت، اما سکوت نکرد تا آزادی رو برای رنگ پوستان اوورد تو این کشور. هموطنان عزیزم، ما نمیتونیم سکوت کنیم. مارتین لوتر کینگ زیبا میگه اگر ما اون جایی که فکر میکنیم یک قانونی هست که بر علیه مردمه و قانون ظلم هست، اون قانون رو ما انجام بدیم، خود ما ظالم هستیم. اما اگر انجام نمیدیم، ما بهترین قانون رو داریم انجام میدیم. چرا که ما نمیتونیم بگیم قوانینی که دولت ها وضع میکنن ما باید مطیع اون قوانین باشیم، چون کلام خداوند میگه اون مطیع قوانین برتر باشیم. قوانین برتر قوانینی هستن که درش یک انصافی هست، مثل خود آمریکا، مثل اروپا. دیدید که این هموطن عزیز چی داره میگه؟ میگه اینجا تاریکیه، برای همین هستش که ما دعا میکنیم این نظام سرنگون بشه، ما از پشت ویترین بیایم بیرون، محک زده بشیم. آمین. عذر میخوام، خورده به هیچ کشیشی رو نمیگیرم، به هیچ معلمی رو نمیگیرم، ولی ما اینجا پشت ویترینیم. کی میدونه رسول اخلاقش چجوریه؟ یه کتاب تو دستم بگیرم بخونم، اخلاق هم حقیقتا اون هست. من از خداوند میخوام که خداوند ایران ما را آزاد کنه در نام عیسی مسیح، که شبانان و کشیشان دلیرانه آسین بالا بزنن و توی ایران خدمت کنن. و اگر امروز هر مینیستری، هر شبکه‌ای بر علیه این هستش که ما سیاسی صحبت میکنیم، موافق نظام اسلامی هستن، موافق ظلم هستش. ما اینجا موافق ظالمی نیستیم. ما دعا میکنیم، همونگونه که دعا میکنم و شما مردم گواهی میدید که کشیش رسول دعا کرد ما شفا گرفتیم. آمی. خدا شفا دهنده است. هرگز نمیخوام یک شایستگی رو بیارم، هرگز، شایسته مسیحه. آمی. اما اگر کشیش رسول دعا میکنه، خدا گوش میکنه که رسول میگه سرنگون باد این نظام اسلامی. خدا قلب رسول رو لمس کرده. کنار من بایستید، خواهش میکنم ایمانداران مسیح، در برابر کلیساها که بسته شده بایستید. ضمناً دهیه‌تون رو به کلیساهای توی ایران ندید که باز هستن، اونها همه با نظام اسلامی هستن. هوشیار باشید. اون کشیشان باید یه روزی جواب بدن، اون خادمین هم باید یه روزی جواب بدن. کلیسای مسیح مکان آزادیه. اگر روح خدا اونجاست، کلام خدا اعلام میکنه آنجا که روح خداست آزادیه. پس چرا آزادی نیست؟ پس چرا نوکشان مسیحی رو راه نمیدید؟ دهیه‌تون رو اونجا ندید، دهیه‌تون رو به این شبکه بدید. تماس بگیرید لطفاً با مشاورین ما. اگر میخواید دهیه‌ک بدید، بهتون کمک خواهند کرد که چگونه دهیه‌ک بدید. با سپاس فراوان از خواهر عزیزم سمی، از مدیران شبکه، از کارکنان اتاق فرمان. در انتها از خداوند میخوام که خداوند با فیضت هر چه زودتر در نام عیسی مسیح جارو کنی ظالمین رو. ای خداوند، این آخوندهای ظالم رو از روی ایران، ای خداوند، جارو کن و کشور عزیز ما رو نجات بده و مملکت ما رو توی دستای خودت داشته باش، برای جلال نامت، در نام عیسی مسیح. آمین. آمین. میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو قلبمه، دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو اینم همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو، چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشم همش براته، خدا به هم